من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الواحد الاحد، الفرد الصمد، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المغربين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين راسيهم وبقية الله في الأرضين واللحم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. السلام عليك يا ثار الله. در بحث پیرامون چرایی و چگونگی واقعی عظیم عاشورا و تأثیر و نقش تعیین کننده و تاریخ ساز این واقعه در نهضت انبیا با نگاهی به آنچه که در گذشته رخ داد و حرکت انبیا را تشکیل داد و بعد آنچه که در مقدمات این قیام توسط پیامبر اکرم و امیر مؤمنان فاطمه زهرا سلام الله علیهم و همچنین امام حسن علیه السلام انجام گرفت و بعد هم در استمرار واقعه کربلا توسط بقیه ائمه علیهم السلام انجام گرفت، یه نگاه جامعی انداختیم به اینکه این واقعه عاشورا یک حدیده اتفاق ساده‌ای که در یک مقطعی از زمان اتفاق افتاد و ای کاش اتفاق نمی افتاد و چه بهتر بود که مثلا به جور دیگه‌ای می شد، یا اینکه مثلا سوال‌هایی که در زمینه چرایی این واقعه هست نبود. نگاه ما یه نگاه تاریخی بلندنگری هست که ماجرای عاشورا رو یک حلقه از زنجیره بسیار بلند مهم نهضت انبیا می‌داند. عرض کردیم که نهضت هر پیامبری، حرکت هر پیامبری یک حرکت فرهنگی است. یک حرکت فرهنگی برای اینکه به لایه‌های عمیق‌تر نفس و روح انسان‌ها و لایه‌های اجتماعی نفوذ بکند احتیاج به زمان و امکانات دارد و این زمان امکانات در بسیار از شرایط مهیا نمی شود. لذا نهضت ها به پدیده ای به نام تعرب بعد الهجره مبتلا می شود. تعرب بعد الهجره توضیح دادیم، یعنی بیابانگردی بعد از آنکه شما شهر نشین شدی. یعنی از حالتش بیابانگردی یه بار اومدی به هجرت کردی و شهر نشین شدی، متمدن شدی، حالا باید رشد بکنی، بیایی تعرب بکنی، حتی برگردی به بیابانگردی و برگردی به همون حالتهای قبل از هجرتت. جاهلیت قبل از اسلام براتون معروف هست و شناخته شده است تا اندازه این جاهلیت. با ظهور اسلام تبدیل شد به حیات متعالی انسانی. اتفاقی که افتاد این بود که نفوذ این تغییر و تحول فرهنگی به اندازه‌ای نبود که بتواند استمرار پیدا کند و این مطلبی بود که خیلی عجیب و غیر مترقبه هم نبود. حتی در زمان خود پیغمبر اکرم به گزارش قرآن هم عرض کردیم که یتربصون بهی ریب المنون و امثال ذلک هست که دلالت دارد به اینکه اینها مترصد هستند که پیغمبر اکرم از میان بروند و این نهضت منتفی شود و طبیعی هم بود که بشود، برای که یک حرکت انقلابی فرهنگی فرصتی نداشته که در مثلا فرض کنید 10 سال در دوران مدینه یا مثلا حالا یه سال های مثلا فرض کنید دوران مکه رو بخوایم به این مطلب اختصاص بدیم نفوذی کرده باشه و انسان‌ها رو اونچنان متحول کرده باشه و یک جامعه و نظام اجتماعی رو چنان متحول کرده باشه که این استمرار بکنه و پیدا کنه و خود به خود ادامه بده.
معلوم بود که بعد از میان رفتن پیامبر اکرم به طور طبیعی علی اصول باید این حرکت متوقف میشد. لذاست که تا قبل از ماجرای قدیر پروردگار عالم این دین رو دین کامل نمیدانست و نعمت خودش رو تمام شده نمیدانست و به این اسلام راضی نبود. تنها بعد از ماجرای قدیر هست که این آیه نازل میشه الیوم امروز اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت. تمام مشخص ها از امروز به بعده، مال قبل از امروز نیست، نه تکمیل دین، نه اتمام نعمت و نه رضایت پروردگار به اینکه این دین دیگه دینی است که رضای خدا را. چرا؟ برای اینکه یه سیستمی حالا تعبیه شده بود در ماجرای قدیم که استمرار این دین رو و استمرار این پیام رو در لایه‌های بعدی فرهنگ مردم تضمین می‌کرد. اما واقعه قدیم هم دیدیم که بعد از تقریبا دو ماه خورده، یعنی 70 روز در حدود اون مقدار، به فراموشی سپرده شد، برای اینکه همون واقعه قدیر هم احتیاج به زمان داشت. ماجراهایی میشه از تقریفه و امثال ذالک که مستحضر هستین تا به مقطع کربلا رسیدیم. یه تعداد سوال هایی هست که من انشالله اینا رو امشب با شما به طور خیلی خلاصه، هر کدوم سوال البته بحث مفصلی میطلبه، ولی من برای اینکه وقتم کمه و فرصت شما هم زیغه، میخوام از این فرصت استفاده بکنم این سوال ها رو مطرح بکنم، فقط برای اینکه ببینیم ما راجع به عاشورا چقدر مطلعیم و چقدر میتونیم از عاشورا سخن بگیم و چقدر میتونیم دفاع بکنیم و چقدر میتونیم توضیح بدیم کارهای عبدالحسین رو و چقدر هم متاسفانه بد توضیح داده شده در خیلی از موارد و چقدر این توضیح های غلط تصویر مشوه و آلوده ای از نهضت عبدالحسین علیه السلام ارائه داده که در نتیجه به جای اون که برای گسترش پیام ابوالحسین خدمتی کرده باشه، یک توقفی هم ایجاد کرده. آیا امام از پایان نبرد خبر داشتن یا نه؟ یکی از سوالایی است که خیلی مطرح میشه. آیا امام میدونستن که پایان کار چیه یا نه؟ یه گروه هستن که میگن امام نمیدونستن پایان چیه. و دلیل میارن که خب اگه ایشون میدونستن مثلا چرا زن و فرزندشون به خودشون بردن؟ یک کسی که میخواد برد یه جنگی که میدونه این عاقبتشه، چرا زن فرزندش رو به خودش میبره؟ خب با یک شبهه از این جهت واقع شد، در یه دوره هم کتاب هم در این مورد نوشته شد مفصل که حالا ما نمیرسیم بهش بپردازیم، ولی یکی از اون نکات خیلی مهمه. جواب ما به طور خلاصه بدون اینکه فرصت توضیحش داشته باشیم، چون 16 تقریبا سوال هست که میخوام شب عنوان بکنم فقط گذرا، یکیش اینه، این هستش که امام حسین قطعا اطلاع داشتن از پایان کار. اگر امام حسین علم غیب هم نداشتن از پایان کار، به واسطه طبیعت وضعیت سیاسی جامعه خیلی واضح بود که پایان کارشون چی میشه. حتی نه فقط خود امام حسین که فردی بسیار باهوش و بسیار عاقل و بسیار با سیاست و زیرک بودن، که یه حد عادی معمولی هم در زبانشون بهشون نصیحت میکنه که شما اگر بری مثلا چه اتفاقات میفته، که من نمیتونم واقعیتشو بگم، یعنی جزئیاتشو تشریح بکنم به خاطر وقتم. و معروف هستش که ابوالحسین وقتی میخواستن خارج بشن از مدینه، رفتن به زیارت قبر جدش معظمشون و در اونجا خوابیدن، گریستن، خوابیدن و بعد در خواب دیدن و اومدن گزارش دادن که من در خواب دیدم که جدن خواب آمدن و گفتن که شاء الله انگرا و کفتی را، خداوند میخواهد که تو را کشته ببینند و انگرا و هن سبا هن سبایا انگرا و هن سبایا و این خانه دوباره تو و زنان تو را میخواهد که اسیر بکن. این که امام‌حسین علیه السلام از پایان کار مطلع بودن در شک نیست. میگم ما اصلا فرصتی که نداریم میخواد اینا را اثبات بکنیم، فقط الان گذرا گول میکنم. سوال دیگری هست که آیا این جریان عاشورا یک اختلاف گروهی بین دو گروه از مسلمان‌ها بود؟ که خب بالاخره اختلافات در یک جامعه ایجاد میشه و یک گروهی یه طرف میکشن یک گروهی طرف دیگه میکشن و بعد باید بالاخره منتظر شد که دید مثلا در روز قیامت خداوند چجوری حکم میکنه. یکی از مصیبت‌ها هستش که همین الان که من و شما اینجا هستیم، کسانی هستن در این جهان اسلام که اینجوری به قضیه نگاه میکنن، اینها همه مجتهد بودن و بر اساس اجتهادشون با هم عمل کردن، یزید معاویه بر اساس اجتهادشون عمل کردن، حسین هم بر اساس اجتهادش عمل کرد، همه هم انسانای خوبی بودن، بعدن خب در هم درگیر شدن، قضاوت هم با خداست، خدا قضاوت میکنه.
ما محل قضاوت نیستیم که علیه سر حکم الله لله. سوال دیگر این استش که چرا امام حسین با معاویه نجنگیده؟ این سوال خیلی مهمه. این سوال رو ما اگر نتونیم جواب بدیم نمیتونیم مثلا بفهمیم امام حسین برای چی این کارا رو کرده و برای چی حد اهمیت داره نسبت بهش. اگر فکر بکنیم که یزید خطرش برای اسلام بیشتر از معاویه بود خیلی اشتباه میکنه. خیلی اشتباه میکنه. یزید که اصلا فرصت نکرد بود حتی سه روز حکومت بکنه. معاویه 40 سال حکومت کرد و خدا میدونه که چه کرد با اسلام. و خدا میدونه که چه کرد با من. یعنی گستره ظلمی که معاویه به اسلام کرد و انحرافی که در اسلام ایجاد کرد و سستی و خدشه‌ای که برای اسلام وارد کرد اصلا لا تعد ولا احصا است. و چگونه میتوان او رو با یزید مقایسه کرد؟ که من اصلا نمیرسم وارد این بحث بشم که معاویه چه کرد با اسلام. ولی ابو عبدالله حسین با معاویه نجنگید. یه سواله که چرا ایشون با معاویه نجنگید؟ یه جواب خیلی سطحی و ساده اندیشانه و به اعتقاد من حتی گمراه کننده که به این سوال دادن، متأسفانه بعضی از متخصصین همین سوال رو دادن، جواب دادن، این بود که چون امام حسن با معاویه بیعت کرده بودن یا صلح کرده بودن و چون امام حسن در زمانی که به هر حال در قید حیات بودن امام حسین هم حساب می‌شدن، بعد امام حسین هم دیگه بعداً با معاویه همون رفتار رو کردن و به همون وضع ادامه دادن. این سوال بسیار، این جواب بسیار بسیار جواب نمیدونم چی ازش بذارم، ولی امیدوارم شما این جواب رو قبول نکنید و برید بخونید چرا اینطوری بوده. از خودتون سوال بکنید که اگر امام حسن با معاویه صلح کردن، خب امیرالمومنین که مقامشون از امام حسن کمتر نبود با معاویه جنگیدن، گفتن این مرکز همه فساد باز، خب چرا امام حسن به پدرشون تأثیر نکردن؟ و چیزایی که اصلا از پیغمبر اکرم راجع به معاویه گفته شده که اصلا حد و حساب نداره، چطور یعنی یه همچین تحلیل واقعا ناپخته رو میتونیم قبول بکنیم؟ که دلیل این که امام حسین با معاویه نجنگیدن این بود که معاویه خب بدیه مثلا اون نبود یا مثلا چون صلح شده بود باهاش. معاویه اصلا صلحنامه رو در همون هفته های اول پاره کرد و ریخت دور صلحنامه رو، چون اصلا پاره کرده دیگه اصلا برای طرف مقابلش هم کاوننتی باقی نمیذاره که بخواد تبعیت بکنه از اون اصلا یه چیز خیلی واقعا بی ربطی واقعا جواب. متاسفانه از این سوال ها حرف جواب های بی ربط هم بهش داده شده. حالا امیدوارم اصلا در پایان این بحثات بتونیم بهتر توضیح بدیم که چرا امام با معاویه نجنگیدن و چقدر زیرکانه عمل کردن و چقدر دقیق و درست عمل کردن و باید اینطوری هم میشد، غیر از این هیچ راه دیگه نداشت. سوال بعدی این هستش که وقتی که از مدینه خارج می شدن خائفاً یترقب، این آیه رو می خوندن، چرا به اون صورت سریع از مدینه خارج شدن شبانه و اینها و بعد هم از بیراهه نرفتن، از راه های اصلی رفتن؟ این خواستن که مثلا چرا از راه معمول رفتن؟ چرا زن و فرزندشون رو به همراهشون آوردن؟ یه سوال خیلی مهمیه. در عاشورا نقش زن و فرزند ابو عبدالله حسین اصلا یه نقش تاریخ سازیه، نقش عجیبیه. چرا ابو عبدالله حسین زن و فرزندشون با خودشون آورده؟ خب کسی که وارد جنگ داره میشه، داره میره قیام بکنه، داره میره بجنگه، داره میره بالاخره یا کشته بشه یا کشته بده یا بکشه یا هر چی، این زن و فرزند و بچه اون موقع مثلا بوده، مثلا شاید اگر گزارشی بوده به این که علی اصغر علیه السلام در روزاش حدود 6 ماهشون بوده، سفر عبادالله تمام 5 ماه خورده طول کشید، از رجب شروع شد تا به محرم و این بچه تقریبا همون موقع به دنیا آمده بوده. خب اینو بچه مثلا مادر شیرده اینو مثلا فرض کنید به خود بعد میره تو صحنه جنگ، چی داستانی؟ چرا این کار کردن عبادالله؟ یعنی اینقدر آدم نباید ساده این مسئله ردش کنه شاید بشه، فکر کنید که مثلا عبادالله اصلا همینجوری اصلا نمیدونست داره چی کار میکنه، نعوذ بالله همینجوری رو برداشت کرد و یهو گیر افتاد یه جایی و دیگه نه راه پس داره نه راه پیش داره و هیچ چیزی کشتنش دیگه، خدا بیامرزش. اصلا قضیه این شکلی نیست. ما باید هر قدم عبادالله حسین که سهل است، هر لحظه از این ماجرا، نه فقط ماجرا در این ایام کوتاه، در کل زندگی اهل بیت اصلا لحظه لحظه هاش روی مسئله عاشورا سرمایه‌گذاری کرده و خود عبادالله حسین اینقدر دقیق عمل کردن، اینقدر دقیق عمل کردن که انسان مغزش سود بکشه
و الا شما ببینید بارها گفتم چرا این همه جنگ در دنیا انجام گرفته، چرا این همه آدم کشته شده در دنیا، اینقدر آدم مظلوم کشته شده در دنیا، یکیشون اصلا کسی یادش نمیکنه چه داستانی پشت این ماجرای ابوالحسن حسین هست که اینطور هر روز تازه تره، این خون هر روز تازه تره، تنها خونی است که پامال نشده در تاریخ. برای آوردن زن و فرزند خودش یه سوال خیلی مهمه که چرا کرد. حضرت به حج رفتن از مدینه که بلد حرام نیست، رفتن به مکه که بلد حرامه، در حالی که در آستانه یک انقلاب هستن، بعد رفتن حج، حج رو نصف کاره گذاشتن برگشتن، اصلا حج رو نصف کاره رها کردن اومدن. چرا حضرت این کارو کردن؟ همینجوری بود، اتفاقی بود یا اینکه مثلا اینو دشمن بهشون تعمیم کرد مثلا؟ نه، شما دقت داشته باشید در ماجرای کربلا تمام صحنه های ماجرا از ابتدا تا انتها به مدیریت ابوالحسن علیه السلام انجام میشه. این ایشون کنترل کامل دارن به صحنه، ایشون هستن که با تصمیم گیری های فوق العاده دقیقشون و با برنامه ریزی دقیقشون دشمن رو در یه بنبستی قرار دادن که اصلا نه راه گریز داره نه راه هم تهاجم، یعنی بنبست رسوندن دشمن رو. اینطور نبود که دشمن برای امام حسین تعیین تکلیف بکنه که تو اکنون بر برو کی بیا، ایشون بودن که تعیین می‌کردن این واقعی در چه شرایطی و در چه مقطعی و به چه نحوی باید انجام بشه. اگر ما بپذیریم که عنان اختیار این جریان دست دشمن ابوالحسین بود، خیلی جفا کردیم به حضرت، خیلی جفا کردیم به این نظر، خیلی نفهمیدیم. حالا هر شما سینه بزن. اگه فکر کنید کسای دیگه در ابوالحسین تصمیم گرفتن که این پایان داشته باشه، خیلی عقبیم از وافده. چرا در خطبهشون در شب عاشورا حضرت سوره توبه رو میخونن؟ چه خصوصیت سوره توبه داره نسبت به مسئله قیام ایشون؟ حضرت آیات تحریم رو که در همین سوره توبه هست، حسب بعضی تواریخ روی یادداشتی نوشتن، توسط یکی از برادرانشون فرستادن برای عمر سعد. چرا؟ چه تأکیدی بود روی مسئله ماه‌های حرام و مسئله قتال در ماه‌های حرام؟ چرا حضرت رو این موضوع تأکید دارن؟ در یه مقطعی خیلی جالبه میبینیم که وقتی که هور در مقابل حضرت قرار میگیره، یه چیز عجیبی ازشون نقل میشه در تاریخ. اما بنام شما شنیدین این رو، چون گفتن که اگر نمیخوان اهل کوفه، اون خوب دعوت کردن دیگه، از ما دعوت کردن، 18,000 یا چندی نامه نوشتن و بیعت کردن با ما، درسته؟ و با نماینده ما مسلم هم بیعت کردن. اگر اینها نمیخوان ما رو دعوت کردن به عنوان میهمان، اگر نمیخوان که ما بریم، شما بذارید ما برگردیم به مدینه جد ما. شما ببینید این خیلی عجیبه، بذارید ما برگردیم مدینه جد ما. یعنی چی؟ یعنی ابوالحسن مثلا پشیمون شدن مثلا یه بود که این ما جلوشون گرفت و خب مثلا برمیگردن دیگه، این شکلی بود قضیه؟ چرا ابوالحسن یه همچین مطلبی گفتن؟ هزار نکته باریک‌تر زمون اینجاست. چرا میخوام بگید؟ اولا چرا تاکید به مدینه جد دارن میکنن؟ چرا کلمه جدشون اینقدر تاکید دارن؟ بارهایشون در این سفر در خطبه‌ای که میخونن دارن همه جا صحبت از جدشون میکنن. انی لم اخرج عشرن و بطرن و الی آخره، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. چرا رو جدشون اینقدر تاکید دارن؟ نامه هایی که اومده رو حضرت بایگانی کردن، یه بایگانی مفصل، فرد رو اصلا مسئول نان کردن، یک خورجین مفصل رو اصلا نامه ها رو تمام با یک نظم خاصی نگهداری کردن و بعد چقدر این نامه هایشون تأکید دارن. اهل کوفه با امیرالمومنین هم معامله خیلی خوبی نکرده بودن، با امام حسن هم معامله خوبی نکرده بودن، چیزی نبود که ابوالحسن رو بخونن فریب بدن با یه مقدار این نامه ها و امضاهای. مسئله این استش که یه شرایط زمانی پدید آمده
که باید یک اتفاق خیلی بزرگی حادث بشه و برای اینکه این اتفاق به اون نحوی که باید و شاید حادث بشه یه زمان بسیار خاص و حساسی هست که باید انجام بشه، نه لحظه زودتر نه لحظه دیرتر. او باید در اون شرایطی انجام بشه که این تیر درست به قلب هدف بخوره. یه تیر هم بیشتر نیست و یک امکان هم بیشتر نیست، این یه امکان باید هدر نره. باید جوری تنظیم بشه همه چیز که مؤثرترین نحو ممکن این واقعه اتفاق بیفته. چرا؟ برای اینکه بعداً یاد این خاطره و این واقعه بتونه استمرار پیدا بکنه و در طول زمان سینه به سینه منتقل بشه که چه بشه؟ حالا یاد این واقعه اتفاق بیفته و تکرار بشه که چه بشه؟ که یک جریان اجتماعی متولد بشه، جریان اجتماعی اهل البیت و پیروان اهل البیت. یعنی تا ابتدای اسلام، عرض کردم قبلا وقتی شما میبینید پیامبر اکرم از دار دنیا رحلت میفرمایند، یاران اهل البیت از تعداد انگشتان دست کمترن، اینو همه شما میدونید. اما یه نقشه حساب شده پروردگار داشتن، به پیامبر اکرم گفتن در روز قدیر مقدماتش فراهم شده، حتی قبلش هم مقدمات دیگه ای داشته، اونا هم بوده، همش یه سلسله کارهایی بوده که شده. در جریان قدیر یه مرحله رفته جلوتر، بعد از قدیر در مسئله سقیفه چیزی که کاملا طبیعی بوده اتفاق افتاده، در مسئله سقیفه مسئله تعرب بعد از هجرت اتفاق افتاده، اومده به عاشورا داره نزدیک میشه، یه فرصت بیشتر وجود نداره. تو این فرصت اصلا در تمام این دوران شما چیزی به نام یه جریان اجتماعی تشیع نمیبینید، چیزی به نام یه جریان اجتماعی پیروان اهل بیت نمیبینید. چون در حالی که لازمه استمرار دین خدا و لازمه اون که دین واقعی، اون دینی که خدا بهش راضیه و رضی تو لکم الاسلام دین، اون الاسلامی که خدا بهش در این آیه اشاره میفرماید، اون اسلام، چون صحنه عاشورا صحنه نبرد کافران و مسلمان ها نیست، نبرد گبر و یهود و نصارا با مسلمان ها نیست، نبرد یک گروه مسلمان نما با اسلامه. قرآن در برابر قرآن مطرح میشه، اسلام در برابر اسلام مطرح میشه، دین در برابر دین مطرح میشه. و با یه چنین پدیده شما نمیتونی به سادگی، و اینا همش از بیشترش محصول کار معاویه است البته، با یه چنین پدیده به سادگی برخورد بکنی. پس باید یه جریان اجتماعی ایجاد بشه که ماجرایی رو که موتور حیات این جریان اجتماعی هست سینه به سینه نقل بکنه. یعنی اصلا این جریان اجتماعی هویتش و حیاتش و بودنش محصول اون واقعه است که اتفاق افتاده. جریان اجتماعی تشیع در طول تاریخ که امروز شما می‌بینید یک گروه عظیم رو در جهان تشکیل دادن، در حالی که یه روزی از تعداد انگشتان دست کمتر بودن، و اینا همه حاصل برکات خون کربلا هست، خون عاشورا هست، جریان اجتماعی رو ایجاد کرد که میتونه حامل پیام اسلام اهل بیت باشه. چون اسلام اهل بیت اگر حاملانی نداشته باشه، اگر انسانهایی نباشن که اون جریان رو دنبال بکنند و زنده نگه بدارند، این هم محبوب فناست. برای اینکه عرض کردم نه و نزل نزدیک و انا له لحافظون، که خدا میگه ما این ذکر و این قرآن رو فرستیم و خودمون حافظش هستیم، نمیگه من حافظش هستم به طریق معجزه و اعجاز. بنا نیست که اینجا بر اساس اعجاز هدایت بشه، انسان ها بر اساس اعجاز هدایت بشن. باید من با موازن طبیعی و عادی که خداوند سنت های الهیش خداوند در جهان قرار داده، انسان ها پیشرفت بکنن و زمین آماده بشه برای قیام مهدی. برای اینکه اون مقدمات فراهم بشه، جریان اجتماعی باید باشه. بستر حرکت اسلام ناب اهل بیت یه جریان اجتماعی است که خانواده های انسان هایی برای اون حاضرن جان خودشون رو هم بدن، و اونا حاملان این اندیشه هستن، و این رو نسل به نسل به نسل های بعدی منتقل میکنن، و بعد نسل بعدی بهتر نسل قبلی میفهمی، همینطور میره جلو به روزی که آماده میشه برای اینکه اون وقت اون قیام
قائم آل محمد ان شاء الله برگزار بشه. صلوات الله وسلم علی محمد و اون نهضت 124 هزار پیغمبر و پیغمبر خاتم و بقیه ائمه و مظلومیت همه اونها به ثمر برسه. من نريد ان نمن على الذين اون موقع محقق میشه. لیظهره علی الدین کله اون موقع محقق میشه. بل ارسو یرس علی عبادی هستان اون موقع محقق میشه. ولی برای اینکه اون محقق بشه یه جریان اجتماعی باید باشه. جریان اجتماعی یعنی خانواده هایی باید باشن، انسان هایی باید باشن، نسل هایی باید باشه که عاشق اهل بیت باشه، پیرو به اهل بیت باشه و فرق اسلام اهل بیت و اسلام غیر اهل بیت رو بفهمه. اصلا نکتهش این باشه، مسئلهش این باشه، دغدغه‌اش این باشه. اصلا کاری نداره به چیز دیگه. اصلا مسئله دیگری نیست. یه مسئله بیشتر ما نداریم در جهان. و اون اینه که یه ثقلین خداوند گذاشته که اینا رو از هم جدا نکنیم. یه مسئله بیشتر نیست. همه اسلام و تمام توحید و تمام نبوت و تمام معاد میشه اثبات کرد که آخرش برمیگرده به این مطلب. اگر این سر رو از بدن جدا کردی دیگه نه سر و نه بدن حیاتی نداره. تو وقتی که اینا با هم هستن حیات داره. ثقلین تو وقتی با هم هستن از هر دوشون ما بهره میگیریم. همچی که از هم جدا شدن هر دوشون دیگه بی جان هستن. تمام شده رفت. اینو کی باید بفهمه؟ برای اینکه مسئله پیچیده است. اگه ظاهر دین بود، دین باطنی داره و ظاهری داره. ظاهر آسانه حفظش. دشمنان همیشه ظاهر رو حفظ میکنن. گورکا همیشه در لباس میش وارد میشن و به گله میزنن. ظاهر رو حفظ نکنن که خوب شناخته میشن. برای اینکه منافعشون رو تامین کنن، شیطان برای اینکه اهداف خودش رو تامین بکنه ظاهر الصلاح خودش میگیره. دین بهترین وسیله، بهترین پوشش است برای اینکه بزرگترین جنایت ها انجام بشه. دین بهترین وسیله است برای اینکه شدید وخیمترین فسادها و ظلمها و ستمها در جهان در بین بشر گسترده بشه. دین چنین موجودی است از بس این زمینش آماده، از بس با فطرت انسان سر و کار داره، از بس در جان انسان ریشه داره و خداوند انسان رو اینجوری آفریده، انسان رو دیندار آفریده که این دین بهترین. شما اگه مواد غذاییتون مواد غذایی پر انرژی، پر ویتامین و پر پروتئین باشه زودتر خراب میشه یا یه ماده مثلا خشک، مثلا فرض کنیم مثلا خشکبار باشه، مثلا کدومش زودتر خراب میشه؟ اولی. اون که بیشتر پتانسیل داره و اون که بیشتر نوتریشنز هست اون زودتر خراب میشه. این دلیل بعدیش نیست، دلیل که نگهداریش حساس داره. دین یه همچه مقوله ای. دین پتانسیل داره برای اینکه بشر رو به سعادت کامل برسونه و میتواند ابزار دست شیطان شود برای اینکه بشر رو به اوج به حضیض ذلت و فساد بکشه. دین در برابر دین، اسلام در برابر اسلام، قرآن در برابر قرآن، کدومش درسته؟ از کجا بفهمیم که کدومش درسته؟ یه راه بیشتر نداره. انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی ما انت مسئلت من ما لن تزلو عبدی بعد و انه و لن یفترقا حتی یه رو دقال اگر هم نفی عبد از هم جدا نمیشه. بعد علی اکبر که وارد میدان میخوان بشن اجازه که میگیرن از امام حسین علیه السلام، تنها کسی که گفته شده در تاریخشون اذن دادن به سرعت این فرزندش ارشدشون هست. بعد که ایشون قدم برمیدارن به سمت چیزی زمشوشته که خواستن که برگردن یه بار برگردن و اون جمعه را از امام نقش شده که اللهم اشهد علی هذا القوم قد بعث الیهم اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول. چه اصراری هست در اینجور سرباز به میدان فرستادن ها؟ از همه اینا گذشته، حالا همه این جنایت ها انجام شده در ظهر و چیزی بعد از این چیزی دیگه نمونده.
یه بچه شیرخواره مونده. حالا هم عبدالوزه این بچه رو میارم در مقابل لشکر بالا طور که همه میبینم. بعد بگوی خوب شما با من جنگ دارید، این بچه که گناهی ندارم. اگر فکر میکنید من اون رو الا ترون کیفیت الارضا اتشا نمیبینید چگونه مثل یک ماهی که از آب در آوردن دیگه لحظه های آخر همه از تلزی میکنه، دیگه آب هم بهش بدید دیگه نمیمونه، ببرید رو سیراب کنید و برگید. ببینید آخه یه همچی حرکتی، این همینجوریه. فقط چرا تو عاشورا اینقدر مسئله آتش تأکید هست؟ قیام عاشورا قیام خون است که هرگز پامال نشد. چرا پامال نشد؟ برای اینکه هزار دقت و هزار نقطه باریتر سمو درش تعبیه شد که این حرکت باقی موند. یه سری چیزایی هستش که به فطرت انسان برمی‌گرده. نهضت‌هایی که نهضت‌های آزادی خواهی که قد علم می‌کنن در قبال حکومت‌ها، قبلاً عرض کردم اولین مشکلشون این هستش که دستگاه تبلیغاتی دست دشمنه و اینها چیز دستگاه تبلیغاتی ندارن. وقت کاری که دشمن میکنه میاد اینها رو لجنمال میکنه، به میگه اینها یه مش اختشاشگر هستن، یه مش خرابکار هستن، یه مش مفسد هستن، میخوان اتحاد جامعه رو به هم بزنن، میخوان اختلاف بین مردم بندازن، میخوان دین مردم ازشون بگیرن و اتهام های دیگر. و بعدم توی رسانه هاشون کار رسانه گویی به هر زمان یه جوری هست میارن منتقل میکنن و بعد اینا رو لجنمال میکنن، صلاحیت اینا رو زیر سوال میبرن. شما توجه بکنید عاشورا این طرف جبهه 100 خورده نفر بیشتر نیستن که، اون بر جبهه به حسب تواریخ تا 30,000 یا بیشتر هم گفته شده هستن. تازه اینا هم غیر از اون هستش که پشتشون دستگاه دولتی هست، کل بنی امیه پشت سرشونه، دستگاه تبلیغاتی پشت سرشون هست. و چجوری عمل شده در عاشورا که برای اولین بار تاریخ توسط مغلوبان نوشته می شود؟ همیشه تاریخ رو فاتحان می نویسن و بعد هر جوری که دلشون می خواد اونو ترسیم می کنن. در این صحنه مغلوبان ظاهری هم تاریخ خود را نگاشتن و این از قضا این تاریخی بود که ماندگار شد. این اتفاقی نبود. تمام اون لحظه هایی که در صحنه عاشورا هست رو در این با این عینک ببینید، از این افق نگاه بکنید که چقدر حکیمانه بود، اون وقت دلتون میسوزه، اون وقت جان انسان آتش میگیره. ولی بدونید وقتی جانتون آتش میگیره شما تازه مستعد این میشید که تو لشکر ابوالحسین ثبت نام کنید، برای اینکه استمرار این هدف عاشورا رو نمیتوان محقق کرد مگر کسانی باشن که در آن جریان بگریند، گریه کنند، زجه بزنند، صیحه بکشند، به سینه بزنند، خود را زخمی کنند، هر چه میتوانند بکنند برای اینکه این واقعه از یادها نره، که چه شود که به دنبال او سوال کنند که خب چرا این کار شد، که چه بشود که بپرسن که خب اتفاقی که افتاد این بود که یه اسلامی در مقابل یه اسلام دیگه قد علم کرده بود، ما میخوام تو کدومش باشیم؟ ما تو کدوم جبهه میخوام قرار بگیریم؟ ما در کدوم سنگر میخوام قرار بگیریم؟ تا این بشه یک گروهی جمع بشن دورن، یه تشکل اجتماعی درست بشه، چیزی به نام شیعه درست بشه. اگر ابو عبدالله الحسین اسلام رو حفظ کردند که کردند، اگر قیام عاشورا حافظ و تضمین کننده بقای اسلام شد که شد، اگر بدون قیام عاشورا دیگه نهضت انبیا هم از میان میرفت که میرفت، در این نبود که یه نوع اسلام حکومتی رو حضرت نگه داشتن تا 14 قرن تا به امروز ما برسه. اون اسلامی که در حاکمیت بود هیچ وقت در راه ابو عبدالله الحسین نبود،
گفتم از خودتون بپرسید آیا قیام عاشورا باعث شد که پس از عاشورا دیگه حاکمان و خلفا درست عمل بکنن؟ آیا یزید آدم شد؟ آیا بعد از یزید آدم های صالح اومدن از سر کار؟ بنی مروان بهتر از بنی امیه بودن؟ آیا بنی عباس بهتر از بنی مروان عمل کردن؟ کدوم یکی از اینا اصلاح شدن؟ اون اکثریتی که تحت عنوان مسلمان در جهان در طول این 14 قرن زندگی کردن، اینا همه متأثر بودند از اون انحرافی که در سطح حاکمیت به وجود آمد و این ضایعاتی بود که به دنبال خودش آب بود. اما در کنار این کفی که رو این آب هست به تعبیر قرآن، یه و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، خدا میگه من مثل میزنم، مثل حق و باطل رو، مثل این فلزی که میگذارید در کوره مذاب میشود، روی او رو کفهای زیادی میگیره و در زیرش یه جریان ملایم آرام اما سنگین اون زیر داره حرکت میکنه. اون فلز نابه که اون زیر داره، این ظاهره همش سر و صدا و کف و اینو هست، خاشاک و خار و کف و گرد و غبار و سر و صدا همش ظاهره، اما اون زیر یه جریان باریک اما اصیل و پاک در جریان. اما ما ینفع الناس فینفعهم الله، اما اونی است که به نهایتا به مردم منفعت میرسونه، اون هست چیزی که در زمین میمونه و به انسان ها منفعت میرسونه. اون منفعتی که از نهضت انبیا انتظارش میرفت توسط جریان اجتماعی شیعه محقق میشه. بحث دعوای فرقه ای نیست، اصلا بحث دعوای فرقه ای نیست، اصلا بحث اصلا نیست که چرا خلافت علی علیه السلام غصب شد و مثلا حقشون گرفته شد، حالا مثلا ایشون نتونستن از مزایای حاکمیت استفاده بکنن، این حرف اصلا بحث این نیست. بحث اینه که یک اسلام داریم، اسلام حق، اسلام ناب و اسلام های دیگر داریم که هیچ کدام حق ناب نیست و تشخیص اینکه کدام اسلام ناب است و کدام نیست جز از راه حدیث ثقلین محال ممکن است و این احتیاج به یک جریان اجتماعی دارد که حامل بار و پرچم این نهضت باشد و این جریان اجتماعی توسط عاشورا، یعنی عاشورا موتور ایجاد چنین جریان اجتماعی شد و این جریان اجتماعی داره پیشرفت میکنه هر روز الحمدلله و هر لحظه و انشاءالله وصل میشود به قیام قائم آل محمد صلی الله علیه و سلم. جناب آقای شاهنگان جهان تشکر برای سلامتیشان، صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد. اکنون به زبان انگلیسی برادر عزیز ما جناب آقای سرمد خدمت شما سخن خود را ادامه میدن. برای سلامتیشان صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبو القاسم محمد اللهم صل على